الرحیم برای شادی روح مطهر و مقدس جامع و شریعت و طریقه المتخلق به اخلاق الحسن محبوب اولیاء الله حضرت آقای حاج علی تابنده محبوب علی شام قدس سره العزیز الفاتح. الرحمن الرحیم. قسمتی از مبحثی از کتاب پند ساله فرمایی شد حضرت ساله علی شاه که برای ما هم الان هنوز تکلیف است که باید رعایت کنیم انشاءالله. در قسمت عبادات مالی بود، زکات و خمس رو گخوندیم، حالا انفاق به طور کلیه و سایر انفاقات واجبه و مستحبه برای کاهوندن بستگی دل از دنیا و توجه به مالکیت حق حق تعالی و مراقبت آیدی درآمد و حساب خرج هزینه که تا بتواند بسازد و خرج افزون از دخل نکند که به وام گرفتار شود و برکت برای پرداخت اون وعده داده شده و دهنده که روزی میدهد میتواند و دهنده که روزی میدهد میتواند کمتر یا بیشتر نماید یا از راهی که گمان نمیرود ببخشد و حفظ کند یا ببرد، مخصوصا در فطره که اظهار بندگی و یادداشت بیعت و نمایش فطرت ایمان است. تأکید بیشتر شده است در مورد نمایش ذوات فطره، تأکید بیشتر شده است و انفاقات مستحبه از قبیل ضیافت و مساعدت مؤمنین و صدقات و اطعام و کسوه فقرا و ساختن آسایشگاه عمومی از قبیل پل سازی و حوض و حمام و مساجد و بیمارستان ها و آموزشگاه ها و مانند اون با توانایی و میان روی پسندیده خدا و خلق است و موجب دوستی و حفظ و رفع گرفتاری و بلیه است و اختصاص به دسته معینی ندارد. آسایش نوع باید منظور باشد و هر چند ظاهر سازی بی حقیقت و تغییر و تغییر بی نتیجه در اون کمتر باشد بهتر است. اینجا مسئله انفاق برمیگرده به یه اصلی که بسیاری از علمای متخصص اون رو فطری میدونن و اون مالکیته. انفاقات واجب که گفتیم زکات است و خمس و فطره بعدن بیاد و کفاره هایی که حتی امثال اینها، ولی اضافه بر اونها که واجب است انجام بدیم یه کمک ها و انفاقاتی مستحب است، مثل فرض کنید خود نماز. نماز واجب داریم، پنج نماز واجب داریم که انجام این نماز ها به هر جهت و به هر صورت واجب است. البته تا وقتی که امکان بدنی باشه، چون اون در
این انفاقات هم همینطور است. یه انفاقات واجب داریم که خداوند معین کرده است، یعنی فرموده است در واقع از این مالی که من به شما میدهم و فعلا در اختیار شماست. یک جایی هم خدا فرموده است در مورد اموال سفیه و صغیر که تصرف میکنین، میفرماید مالی ده که خداوند برای استحکام و اداره شماها در اختیارتون گذاشته. به ما از مالکیت خودش سلب نکرده، به مالکیت ما هم ما مالکیت مجازی داریم. هیچ یک از این اموالی که میگوییم مال من، مال من نیست، برای اینکه یک واقعی رخ بده و این شخص مالک بره، بگیم همه مالش میمونه. خداوندم در اون صورت گفته است که بعد تو چه کار داری بعد از تو چی میشه؟ حق نداری اموالت برای بعد از خودت کلی هر جوری دلت میخواد مصرف کنی، مگر اونجوری که من گفتم. برای این که مال مال خداست. حالا چجوری پس چجوری به اختیار ما در میاد؟ خداوند چیز میکنه؟ خداوند هم فرموده است که و آتاکم من کل ما سألتمون، شما را خلق کردیم و اون چه نیاز شما بود به شما دادیم، اون چه خواستید و نیازتون بود. نه این که هرچه ما بخوایم خدا به ما میده، اون چه که لازمه وجود ماست به ما داده. یعنی خداوند ما را که آفریده، خداوند که انسان را آفریده، برای وجود او یه اموری لازمه، یه چیزهایی لازمه، همون رو به اختیار چیز گذاشته، به اختیار شخص گذاشته که مصرف کنه. و در واقع این مصرف اموال و تصرف ما در اموال به منزله جذب مال است به حیثیت و وجود خودمون، که علمای حقوق از یه دید دیگری نگاه میکنن. میگویند که شخصیت انسان، شخصیت چیز فقط این بدن و اون چه دم دستش هست نیست. تمام اموالی، تمام چیزهایی که برای ادامه حیات خودش، البته به همون نحوی که میخواد، نحو شرعی که میخواد، تمام این اموال روی حق داره به نحوی که من اجازه دادم جذب کنه. از همون لحظه ای که این میخواد جذب کنه، این مال جزء وجودش میشه. برای اینکه وقتی چون عمده نیاز انسان غذاست، وقتی غذا رو میخوره، غذا جزء بدنش میشه. این غذایی که الان اینجا گذاشته شده و یه شیء مستقل نیست، بعد از خوردن دیگه وجود نداره. نه اینکه وجودش از بین میره، وجودش حل میشه در وجود اون کسی که از این استفاده کرده، یعنی در واقع در وجود مالکش. به این حساب اگر نظر کنید، تمام جانداران به این حس مالکیت توجه دارند. پرندگان مثلا، در خیلی نشون میدن، پرندگان شکاری که میکنه برای فرزند خودش میبره، اون رو به حیوان دیگری نمیده.
ولی در مقابل فرزند خودش ایثار میکنه. یعنی فرزند هم چون نمیتواند وجودش رشد پیدا کنه، خداوند این مأموریت رو به این مادر این پرنده داده است که تو باید کمک کنی که این وجودش رشد پیدا کنه. این که مسئله مادر که میبینید در همه حیوانات، پرندگان، چرندگان، حیوانات دریایی، مسئله احساس مادری هست. البته در حیوانات قدر جلوتر نفته ولا در حشرات و کرماین این در واقع به این شده. در چیز آفریده از خداوند جانداری رو و تصمیم داره، اراده کرده است که این جاندار ادامه یابد، نه اینکه این یکی که مرد از بین رفت دیگه نسلش از بین بره. یعنی این جاندار باید ادامه داشته باشه، جاندار دیگری مثل خودش بیاره. خداوند این وظیفه رو به صورت غریزه مادری در مادر این قرار داده. غریزه ما اینه که خودش، خود اون مادر این جاندار ایثار هم میکنه و چون موظف است به این فرزند خودش ایثار کنه، به جاندار دیگری اجازه نمیده که مزاحم باشه. همین احساس در انسان که این میشه اسمش میشه مالکیت. حیوانات هم همینجور، حیوانات اگر خانه حتی دارن، چیزی دارن، شکاری، تومهی دارن، ملک خودشون، مالک خودشون میدن. فقط به به فرزندشون اجازه میدن که از این بخوره و چه بسا خودشون میارن. اون هم بنابر وظیفه ای که خداوند معین کرد. اما در بشر که تکامل حیوانیت، یعنی حیوانیتی که در خداوند در حیوانات آفریده، در بشر هم آفریده، منتها در بشر یه مسئله چیز دیگری اضافه کرده و اون یه نفخه روح الهیست که به فرشتگان هم، به آدم که سجده باید بکنن و مأمور شدن، نه به این هیکل آدم بمیدی، به اون روح الهی که خداوند رو دمیدی که میفرماید فعضا نفخ فعضا سویتو و نفخ تو فیه من روحی فقه اوله و ساجدی. وقتی مرتب شد، یعنی جنبه حیوانیتش تمام شد، چشم و گوش و دست و پا و نمیدونم معده و اینها درست شد، منظم شد، شروع به کار میتواند بکند، نفخت و فیه من روح، از روح خودم درو دمیدم. در حیوانات دیگه خداوند این کارها رو که کرد بعد سپرد به غریزه. در یه نیروی در حیوان آفرید که اون نیرو این قدرت، ولی در انسان به قوه عاقله آفرید. این است که انسان یک ارتباطی با خدا همیشه داره. همه حیوانات مخلوق خدا هستند، بله انسان هم مخلوق خداونده، ولی انسان یه رابطه ای، یه سیمی نخی رابطه با او هست و اون نفخه روح الهی است. در اینجا خداوند می‌فرماید که من بارها داره در آیات قرآن که از این مالی که من در اختیار شما گذاشتم
ببخشید چه کار کنید فلان خرج بکنید فلان. این ظاهرش در اختیار ماست، ما مأموریم که این کار رو بکنیم. زکات و خمسی که خداوند معین کرده است ما بدهیم، در واقع خود خداوند فرموده است از این اموالی که من خلق کردم بر اختیار شما گذاشتم، این قدرش برای مصارفی خودم در اختیار لازم دارم. به شما انسان مأموریت میدم این مقدار رو جدا کنی. این ارجاع این وظیفه یعنی پرداخت زکات و خمس و انفاقاتی که خداوند مقدر کرده است، یه موهبتی است خداوند به ما داده. از اون طرف به ما فرموده است که اعلام فرموده است که از روح خودم در تو دمیدیم. بعد برای اینکه احترام این روح رو به ما واجب کرده، یعنی اضافه از موهبتی که ما را خلق کرده، این موهبت هم هست. کما اینکه انسان در این آیه داره من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فلر فکنما قتل الناس جمعا و من احیاها فکنما احیا الناس جمعا. کسی اگر بی جا دیگری رو بکشد، مثل اینکه همه جامعه رو کشته. چرا؟ چون روح الهی که تجزیه بردار نیست. میگم یه روح الهی به من دمیده شده، یکی به شما، یکی به شما، یکی به شما. روح الهی تجزیه بردار نیست. این وقتی به روح الهی لطمه زد، به همه روح الهی لطمه خورده. ولی در حیوانات اینجور نیست. حیوانات در غریزه دارن، حیوان فرض کنید درنده ای حیوان دیگه رو حق داره بکشه، یعنی حق داره که خداوند درش قرار داره. می فرماید خب ظاهرن در اختیار ماست اموال، بنابراین اون اموال رو به همون نحوی که خداوند فرموده است خرج کنید. البته نحوی که فرموده است متفرق جاها. یه جایی فرموده است اسراف نکنید. لا تبسطوا کل البسط ولا تجعلوا ایدیکم فر، نه خیلی ولخرج باشید نه خیلی خسیس باشید. این را در مورد انفاقات هم حتی فرموده است. فرموده است انفاق رو وقتی انفاقات میکنید با رعایت اعتدال چیز باشید، یعنی گذشته از اون که به دیگری میخواد کمک کنید، به خودتون و کسانی که زیر نظر شما هستن باید لطمه نخوره، یعنی اونقدر نباشه که به اونها لطمه بزنید. زیاد ولخرجی هم نکنید، برای اینکه اگر دوچار وام بشید، درست وام خداوند ممکنه مرحمت کنه، خداوند میفرماید در آیات یا آیات شد روزی به بعضی ها روزیشون رو وسعت میده، بعضی ها روزیشون رو تنگ میکنه، خداوند همه این کار رو میکنه. ولی به شما دستور داده این دستورات رو گرفتار کنید، در واقع خدا از خداوند تقاضا کردید که روزی ما رو هم زیاد کن. این است که می‌فرمایند و گفتن در آیات قرآن هم هست که هر چه مال بدید خداوند یادش نمیره، حسابش هم از هم چندین برابر برای همون خداوند بهتون کمک میکنه.
این که من جواب الحسنت فله عشر امثالها، کسی که کار خوبی بکنه 10 برابر پاداش میگیره، این در مورد نفقات هم. بنابراین در مورد انفاقات اگر درست رفتار کنیم و اگر نه اسراف کنیم و نه به عکس چیز کنیم، رعایت اعتدال بکنیم، خداوند چند برابر به اون میده. به این معنی که خود این شخصی که انفاق کرده است فعالیتش بیشتر میشه، مثل خلایی در اموالش ایجاد شده میکشه و برای اینکه اون خلأ رو پر کنه. ولی فرمودن اون خلأ طوری نباشه که فکر شما رو مخشوش کنه، یعنی رعایت اعتدال بکنه. انشاءالله بتوانیم تمام دستوراتی که خداوند فرموده است اجرا کنید. Oh!
امشب جهان حامله زاید جهان جاوده تو گل بودی و دل شدی جاهل بودی آفر شدی آن که کشیدد این چونین آن سو کشاند کرد کشان اندر کشان کشهای او نوش است و ناخوشهای او آب است آتشهای او بر وی مکن رو را گران در من کسی دیگر بود این خشم از وی می جهد در من کسی دیگر بود این خشم از وی می جهد گر آب سوزانی بود ز آتش بود نیدادان پس خشم من زان سر بود و از عالم دیگر بود این سو جهان آن سو جهان این سو جهان آن سو جهان بنشست و آسجان بر آستانم کس بود کون ناطق و اخرس بود این رمز گفتی بس بود دیگر مگو در کی زبان این رمز گفتی بس بود دیگر مگو در کی زبان ای دنیوز بر کس نگیرم رحمت زیرا خوشم چون گلستان گر آب سوزانی بود در آتش این زاهدان از جهت ترمیه ارواح متحره مقدسه جمعی انبیاء و اولیان خصوصا حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفی و ائمه خدا و فاطمه زهرا سلام الله علیهم اجمعین و جمعی مشایخ ائمه اثنی عشر منصرف و از جهت ظهور و خروج حضرت صاحب الامر بر عصر و زمان امام الاسر انجام و آخر قرآن و خلیفت رحمان الجلال و حول و فرجه در جهت ازدیاد قوت ظاهر و باطن جمعی راهنمایان دین در جهت ذکر دوام و فکر مدام جمعی اهل سلوک به ازدیاد ذوق و شوق اصلاح امور ظاهری و باطنی و گشایش سلوکی و معنوی فقرای نعمت اللهی سلطان